به نام خدا. درس اول کتاب نووسپرسو 2. اینجیرو پر نگوتسی، گردش در بازار. توی بخش کمونیکاسیونه یا ارتباط برقرار کردن با انواع لباس ها و پوشاک، شلوار، کت، پیراهن، سایز لباس ها، نحوه خرید کردن، نحوه پوشیدن و امتحان کردن لباس و تعویض لباس ها و از نظر گرامری با رنگ ها، فعل پیاچره یا به معنی دوست داشتن، ضمایر ایندیرتی، آشنایی با قید تروپو یا مولتو به معنی خیلی زیاد، ضمایر اشاره کوستو به معنی این و کوئلو به معنی آن، لیمپراتیو سکوندا پرسونا سینگولاره یا افعال امری یا افعال دستوری دوم شخص مفرد تو، و همچنین نحوه مقایسه کردن اجسام و اشیا با هم دیگه آشنا میشیم. نمره 1، کلوری ماتریالی، رنگ ها و مواد، مساله. کمپلیت کنی کلوری ای ماتریالی، کامل کن با اسم رنگ ها و اسم مواد و مساله. همونطور که میبینین توی ردیف اول و دوم با رنگ ها و توی ردیف سوم با یک سری ماتریال آشنا میشیم. باید جاهای خالی رو با استفاده از کلماتی که توی کادرهای مستطیلی آبی مشخص شدن پر کنیم. خودتون این قسمت رو انجام بدین، بعداً من حل میکنم و جواب خودتون رو با پاسخ مقایسه کنید. روسو، قرمز، بلو، آبی، جلو، زرد، بیانکو، سفید، ورده، سبز، پله، چرم، پوست، ویولا، بنفش. سفید، بیانکو، مشکی یا سیاه، نیرو، خاکستری، گریجو، قرمز، روسو، صورتی، روزا، نارنجی، آرانچونه، زرد، جلو، قهوه‌ای، مرونه، سبز، ورده، آبی، بلو، آبی روشن، ازور رو، آبی آسمانی، چلسته، بنفش، ویولا، بیج، بیج، خط دار، خط خط، اریگه، مشبک، مربع مربع، اکوادری، پشم، دیلانه، پنبه، دیکوتونه، ابریشم، دیسیتا، پوست یا چرم، دیپله. I colori con vocale finale in O ed E si comportano come normali aggettivi. رنگ هایی که آخرین حرفشون به او یا ا ختم میشه
مثل صفتهای اصلی رفتار می کنن، یعنی از جنسیت و تعداد اسم تبعیت می کنن. برای مثال، برای رنگ هایی که به او ختم می شن تو حالت مفرد مذکر میشه il capotto nero، کت مشکی، جمعش میشه i capotti neri، کت های مشکی. گفته بودیم اسمای مفرد مذکری که به او ختم میشن توی جمع ای جایگزین او میشه. توی رنگ هایی که به ای ختم میشن توی حالت مفرد مذکر il cappello verde، کلاه سبز، جمعش میشه i capelli verdi، کلاهای سبز. اسم های مفرد مذکری که به ا ختم میشد تو حالت جمع تبدیل میشه به ای. رنگ هایی که به ا ختم میشن تو حالت مفرد مؤنث la gonna bianca، دامن سفید، لگون بیانکه، دامنهای سفید. در اصل بیانکو تبدیل شده به بیانکا. توی رنگهایی که به ا ختم میشن تو حالت مفرد مؤنث لگون ورده، جمعش میشه لگون وردی، دامنهای سبز. فابریزیو از سمپره الگانته. فابریزیو همیشه شیکه، شیک پوشه. اوجی اون وستیتو گریجو، امروز یک لباس خاکستری داره. سوپراون کمیچه بیانکا که روی یه دونه پیرهن سفید پوشیده. پورتا انکه اون کراواتا اریگه، همچنین یک کراوات خطدار حمل میکنه یا داره. اون ایمپرمابیله بیج،
و یه دونه بارونی بژ هم داره. وستیتو لباس، کمیچا پیراهن، کراواتا کروات، ایمپرمئابیل بارونی. ویتوریا دی سولیتو سی وست این مودو سپورتیو. ویتوریا اغلب لباس اسپورت می پوشه. پورتا سپسو جینز، ادرنتی، استیوالی. اغلب شلوار لی می پوشه به همراه چکمه. او جین دوستا اونا ملیتا روسا اریگ بیانکه. امروز پوشیده یک پیرهن قرمز به همراه خطهای سفید. جینز لباس لی، شلوار لی، استیوالی چکمه، مالیتا پیراهن. Sandro porta sempre una maglietta bianca e occhiali da sole. Sandro همیشه یه پیرهن سفید میپوشه یا با خودش میبره به همراه عینک آفتابی. Oggi indossa un paio di pantaloni di pelle e una giacca sportiva verde. امروز پوشیده یک شلوار چرم به همراه یک ژاکت ورزشی سبز. مالیتا پیراهن، اوکیالی عینک، پانتالونی شلوار، جکه کاپشن. همونطور که میبینید مالیتا و جکه مفردن ولی اوکیالی و پنتالونی جمع هستن. الئونورا پیاچه وستیر الگانته. الئونورا دوست داره که لباس شیک بپوشه. Per una festa oggi ha scelto un vestito celeste. به خاطر یه جشن امروز انتخاب کرده یک لباس آبی آسمانی. E un cappotto azzurro و یه کت آبی کمرنگ. Con una borsetta nera e scarpe con il tacco. به همراه یه کیف مشکی و کفشای پاشنه بلند. Vestito lebas, cappotto palto, borsetta kife dasti, scarpe kafsh. Scarpe hamishe jam'e. Eugenio mette sempre i jeans. Eugenio همیشه شلوار جین میپوشه. Oggi ha un maglione verde a collo alto. Maglione a collo alto یعنی یقه اسکی. امروز یه یقه اسکی سبز پوشیده. یا داره. میبینیم که توی جملات قبلی porta یعنی حمل میکنه، یعنی داره. اینا همشون به معنی این که این لباسو پوشیده. ای جینز لباس یا شلوار جین یا لی. ملیونه ژاکت. ملیونه مفرد هست.
ادریانا اما لابیلیامنتو کلاسیکو. ادریانا عاشق لباس پوشیدن کلاسیک هست. اوجی اندت این اوفیچو امروز رفته به آفیس یا سر کارش به دفتر. کنونگون ننرا با یک دامن مشکی. اونا کمیچتا جلا و یک پیرهن زرد. کنون پیو دیسکرپ بسته با کفش های پایین یا کفش های صاف بدون پاشنه. گونه دامن، کمیچتا پیراهن، سکرپ کفش. Ora scrivi i nomi dei capi evidenziati nel testo di pagina 6. حالا بنویس کلماتی که بولد شده یا پررنگ نوشته شده توی متن صفحه 6 یا اسلاید قبلی. این کوریسپوندنسا دی دیزینی کوی سوپرا که تطابق دارن با عکس ها کومنل ازمپیو مثل مثال. کمیچتا بلوز، گونه دامن، سکرپ کفش. کراواتا کروات، کمیچا پیراهن، وستیتو لباس، کت شلوار. impermeabile baruni maglietta t-shirt پیرهن آستین بلند jeans جین شلوار جین stivali چکمه stivali چون همیشه کفش ها دو تا هستن بهش میگیم scarpe یا stivali یعنی توی حالت جمع هستن. اگه بخوایم بگیم یک کفش میگیم سکارپا یا اگه بخوایم بگیم یه چکمه میگیم استیوالو، ولی چون همیشه جفت میپوشیم از جمع استفاده میکنیم. اوکیالی دا سوله، عینک آفتابی. مالیتا پیراهن، تیشرت. جکا ژاکت، پانتالونی شلوار. وستیتو لباس، لباس شب. کاپوتو کت. بورسیتا کیف کوچیک. بورسا کیف، کیف بزرگ. زاینو کوله پشتی. سکارپه کفش، کفش ها. مالیون ژاکت، پولیور، جینز، شلوار لی. نمره 3. چرک کالکونو که جستجو کن یا دنبال کن کسی رو که اینترویستا ایتوی کمپانی، مصاحبه کن با همکلاسی هات. ادونی پرسونا پوی فر الماسیمو دو دومنده، از هر نفر میتونی به طور ماکسیموم دو تا سوال بپرسی. وینچه کی پر پریمو کمپلیتا لا لیستا، برنده میشه کسی که به عنوان نفر اول لیست رو کامل کنه.
ابتدا یک بار عبارت ها رو بخونین، سپس با هم میخونیم و معنی میکنیم. اون مليون ارنچونه، یه پیرهن نارنجی داره. پورتا ولنتیری ای جینز، اغلب یا بیشتر اوقات شلوار جین می پوشه. عمل بیلیامنتو کلاسیکو، دوست داره لباس پوشیدن کلاسیک رو. اون جکه دی پل مرونه، یه دونه ژاکت چرم قهوه‌ای داره. Al lavoro veste in modo sportivo. سر کار به صورت ورزشی لباس می پوشه. اسپورت لباس می پوشه. Di solito indossa le camicie di cotone. اغلب پیرنهای نخی می پوشه. Un paio di pantaloni di pelle. چند تا شلوار چرمی داره. اودیا له کروات، از کروات ها متنفره. این اینورنو مت اون جاکونه، توی فصل زمستون جاکت می پوشه. اوجی نونا لا بورسا، امروز کیف نداره. توی این قسمت میخواییم با ای پرونومی ایندیرتی، اتونی و تونی چی آشنا بشیم، یعنی ضمایر غیر مستقیم بی آوا و آوایی. به طور کلی ضمایر مفعولی برای نشان دادن کار روی فاعل استفاده میشن. به دو صورت ضمایر مفعولی مستقیم پرونومی دیرتی و ضمایر مفعولی غیر مستقیم پرونومی ایندیرتی تقسیم بندی میشن. توی این قسمت فقط به گرامر ای پرونومی ایندیرتی یا ضمایر مفعولی غیر مستقیم میپردازیم که به دو قسمت تونیچی به معنی آوایی و اتونی به معنی بی آوا تقسیم بندی میشن. همونطور که میدونیم ای پرونومی پرسونالی میشه ایو، من، تو، تو، لوی، لی، او، مذکر، او، مؤنث، نوی، ما، وی، شما، لورو، آنها. برای تونیچی اگه بخوایم بگیم به من میشه امه. برای مثال پاولا تلفن امه، پاولا به من زنگ میزنه. توی حالت اتونی به جای استفاده از ضمیر امه از ضمیر می استفاده میکنیم. پاولو می تلفونه، پاولو به من زنگ میزنه. توی جفت حالت ها میبینیم که معنی ثابته، پس زیاد تفاوت نداره که از تونی چه استفاده کنیم یا اتونی. اما اگه بخوایم خیلی ریزتر بشیم توی موضوع، تفاوتی که دارن اینه که توی حالت اتونی برای مثال نمی پیچه ایل کافه، منظورم این هست که کافه دوست ندارم. اما تو حالت تونی که امه نمی پیچه ایل کافه، یعنی هرچند بعضی ها هستن که کافه دوست دارن ولی من کافه دوست ندارم. تو حالت دوم تاکید بیشتر روی فاعل و کسی که داره اون کار انجام میده هست تا اینکه فعل و کاری که داره انجام میشه. توی پرانتز بهتون بگم که توی زبان فارسی اگه میخواستیم بفهمیم مفعول یه جمله چیه، خب چه کسی را یا چه چیزی را، سوال مطرح میکردیم جوابش میشد مفعول که میشه همون پرونومی دیرتی. توی کتاب نو اسپرسو 1 به این موضوع اشاره کردیم. اینجا ای پرونومی ایندیرتی درست اسمش ضمایر مفعولیه ولی غیر مستقیم هست. یه جورایی میتونیم بگیم مترادف میشه با مضاف و مضاف الیه، به من،
به تو، به او. پس در جواب چه کسی را یا چه چیزی را نمیاد، بلکه در جواب به چه کسی و به چه چیزی میاد. اگر برگردیم دوباره به قسمت جمله اول، توی تونیچی داریم پاولا تلفن امه، میبینیم که ضمیر مفعولی آخر جمله و بعد از فعل اومده. میتونیم یه جور دیگه هم این جمله رو بگیم، امه تلفن پاولا، به من پاولا زنگ میزنه. دوباره منظور جمله همونه، معنی جمله همونه، فقط ضمیر قبل از فعل اومده. در نتیجه ضمیر میتونه هم قبل از فعل بیاد، هم میتونه بعد از فعل بیاد و هم میتونه قبل از فاعل بیاد. اما توی ایپرونوم ایندیرتی اتونی باید همیشه ضمیر قبل از فعل بیاد. همونطور که میبینید پاولا می تلفونه، پاولا فاعل، می ضمیر، تلفونه فعل. میتونیم یه جور دیگه هم بگیم، می تلفونه پاولا، می ضمیر، تلفونه فعل و پاولا فاعل. ولی نمیتونیم می رو بعد از فعل استفاده کنیم. برای دوم شخص مفرد توی حالت تونیچی اته، اته سمرا فاچیله، به نظر تو آسونه؟ توی حالت اتونی تی سمرا فاچیله. توی سوم شخص مفرد به دو بخش مذکر و مؤنث تقسیم میشه. برای سوم شخص مفرد مذکر الوی، به او، الوی کنسیلیو دی لاوراره، به او توصیه میکنم که کار کنه. تو حالت اتونی لی، لی کنسیلیو دی لاوراره. تو حالت سوم شخص مفرد مؤنث الی، الی استابینه لا کامیچا، به شما پیرهن میاد. تو حالت اتونی ل، لستبینه لکمیچه، یا لکمیچه لستبینه. اول شخص جمع انوی، انوی پیچه لجر لیبری، ما دوست داریم که کتاب بخونیم، یا اینکه لجر لیبری پیچه انوی. تو حالت اتونی چی؟ چی پیاچه لجر لیبری؟ تو حالت دوم شخص جمع اووی، تونی چی؟ اووی دیکو دی اسپتاره، به شما میگم که صبر کنید. تو حالت اتونی وی، وی دیکو دی اسپتاره. تو حالت سوم شخص جمع تونی چی؟ allora، allora non piacciono i libri، یا اینکه non piacciono i libri a loro. تو حالت اتونی لی، non li piacciono i libri. میبینیم که برای منفی کردن فعلها، منفی کردن جملات، تو حالت تونیچی کافیه که نون رو قبل از فعل بیاریم، ولی تو حالت اتونی نون باید قبل از ضمیر یا پرونومه بیاد. لطفاً این جدول رو به خاطر بسپارین. توی قسمت‌های بعدی همین درس تمرین‌های بیشتری حل می‌کنیم تا بتونیم نحوه کاربرد و نحوه استفاده از ایپرونوم ایندیرکتی رو به طور کامل متوجه بشیم.
Numero 4. Cerco un pullover. دنبال یه پلیور هستم. Ascolta il dialogo. Dialogo gush bede. Che tipo di modello compra la signora? چه مدلی میخره این خانومه؟ کلاسیکو او جوانیله؟ کلاسیک یا جوون پسند؟ Buonasera. Buonasera. Desidera? Cerco un pullover da uomo. Che taglia? La 50 o la 52. Un momento. Le piace questo modello? Ma è un regalo per mio marito. Sa, mi sembra un po' troppo giovanile. Ma no, signora. Questi sono i colori di moda per la prossima stagione. Eh sì, ma non so se a lui piacciono. E quest'altro modello? Come le sembra? È un capo classico che va bene con tutto. Sì, questo è proprio bello. E quanto costa? Dunque, 104 euro. Veramente un po' caro. Beh, ma è di ottima qualità. Si vede. Senta, eventualmente lo posso cambiare se a mio marito non piace o se non gli sta bene. Certo, ma deve conservare lo scontrino. مجدداً گوش میدیم و ترجمه میکنیم. Buonasera. عصر بخیر. Buonasera. Desidera? عصر بخیر. بفرمایید. Cerco un pullover da uomo. دنبال یه پلیور مردونه هستم. Che taglia? Che size? La 50 o la 52. 50 یا 52. Un momento. Le piace questo modello? یه لحظه. این مدل رو دوست دارین؟ Ma è un regalo per mio marito. یه کادو برای شوهرمه. Sa, mi sembra un po' troppo giovanile. میدونی به نظرم میرسه که یکم بیش از حد جوون پسنده. Ma no, signora. Questi sono i colori di moda per la prossima stagione. نه خانم، اینا رنگای مد برای فصل بعد هستند. Sì, ma non so se a lui piacciono. آره ولی نمیدونم که اون خوشش بیاد. E quest'altro modello? Come le sembra? È un capo classico che va bene con tutto. و این یکی مدل چطور به نظر میرسه؟ یه لباس کلاسیکه که با همه چی خوبه یا ست میشه. Sì, questo è proprio bello. E quanto costa? آره این واقعا خوشگله. قیمتش چنده؟ Dunque 104 euro. خب 104 یورو. Veramente un po' caro. راستشو بخواین یکم گرونه. Beh, ma è di ottima qualità. آره ولی جنسش عالیه. Si vede. Senta, eventualmente lo posso cambiare se a mio marito non piace o se non gli sta bene. آره معلومه. Si vede یعنی دیده میشه. معلومه. Senta, گوش کنین. ببینین. احتمالاً میتونم عوضش کنم اگه همسرم خوشش نیاد یا اندازه همسرم نباشه بهش نیاد. Certo, ma deve conservare lo scontrino. حتماً، ولی باید رسیدشو نگه دارین. پس مکالمه بین دو خانومه که یکیشون خریداره میخواد برای همسرش یک لباس بخره و یکیشون هم فروشنده است. پولوور یا ملیونه میشه همون ژاکت. همونطور که میبینین از پرونومی ایندیرتی توی مکالمه استفاده شده. برای مثال لی پیاچه کوستو مودلو، آیا این مدل رو دوست دارین؟ لی پیاچه یعنی شما دوستش دارین؟ یا می سمبرا اون پو تروپو جوانیله، به نظر من یکم جوون پسنده. یا الوی پیاچونو، او دوست داره. توی اغلب موارد فعل پیاچره به همراه پرونومی ایندیرتی میاد. برای مثال می پیاچه یا پیاچه امه.
A lui piacciono. Li piacciono. چرا شده a lui piacciono؟ چون پنتالونی جمعه. پس باید بگیم a lui piacciono، نه اینکه a lui piace. اگر مفرد بود میگفتیم a lui piace شلوار. ولی پنتالونی چون یک اسم جمع هست، ربطی به این نداره که دوتا یا ستا یا چهارتایه. یک سری اسما توی ایتالیایی اسم جمعن، یه سری اسما اسم مفردن. اسمها جنسیت دارند ولی دلیل نمیشه که حتما خانوم باشن یا آقا. جنسیتشون فقط برای ارتیکولی مشخص میشه که کدوم ارتیکولی رو بتونیم استفاده کنیم. برای مثال il sole، sole میشه خورشید، il sole میشه خورشیدی که معرفه شده. il حرف تعریف برای مفرد مذکره، دلیلی نمیشه که خورشید مذکر باشه، یعنی آقای خورشید باشه، ولی برای سوله ما باید حرف تعریف ایل رو استفاده کنیم. پس توی توضیحات گرامریش میگیم خورشید یا سوله مفرد مذکره. یکم ممکنه این موضوع با زبان فارسی ما متفاوت باشه، چون توی زبان فارسی ما جنسیت نداره اسم هامون، ولی توی زبان ایتالیایی تمامی اسم ها جنسیت دارن. پرسپریمره دی دوبی، برای اینکه بخواد شک یا تردیدشو بگه. ما می سمبرم اون پو تروپو جوانیله، به نظرم یکم بیش از حد جوون پسنده. یا ورامنته اون پو کارو، در حقیقت یکم گرونه. پر کیدر سون ارتیکولو سی پو کمبیاره، برای اینکه بپرسه که آیا یه وسیله رو میتونه عوض کنه. eventualmente lo posso cambiare، احتمالا میتونم عوضش کنم. توصیه میکنم این عبارت ها رو حفظ کنین. کلن حفظ عبارت توی یادگیری یه زبان خیلی میتونه بهتون کمک کنه،
بدین صورت که برای این که بخواین یه جمله رو بگین، عبارتهایی که قبلا حفظ کردین رو به طور مستقیم استفاده میکنین و نیاز نیست که به گرامرش فکر کنین یا به کلمات جدید فکر کنین. از کلمات قبلی استفاده میکنین برای صحبت کردن. نومرو سی، که تالیا پورتی، سایز چنده؟ این کپیا فتون دیالوگو این باز الی سگوینت ایندیکاسیونی، به صورت دو نفره یک دیالوگ یا یک مکالمه داشته باشین طبق موارد زیر، طبق راهنمایی های زیر. ا کلینت، ای مشتری، بی کومسو او کومسا، بی فروشنده مرد یا فروشنده خانوم. با توجه به تمرین قسمت قبل که یک مکالمه بین یک فروشنده و یک خریدار بود، میتونیم به سوالهای زیر پاسخ بدیم. اونو سالوتا ای چرکا اون پایو دی پانتالونی، سلام کن و بگرد دنبال یک تعدادی شلوار. پر سالوتاره دوبیامو دیره بونجورنو بوناسرا، برای سلام کردن میتونیم بگیم روز بخیر، عصر بخیر. ستو چرکندو اون پانتالونه، دنبال یک شلوار هستم، یا ستو چرکندو اون پایو دی پانتالونی، دارم دنبال یه تعدادی شلوار میگردم. دوه که کمستو یا کمستا فروشنده هست، سلوتا اکیه دی لتالیا، سلام کن و سایزشو بپرس، سایز خریدارو. دوباره پر سلوتاره میتونیم بگیم بونجورنو بوناسرا. پر کیدر لتالیا پوسیامو دیره که تالیا پورتی، سایز چنده؟ تره. Cliente dice 50, 52. میتونه مشتری سایزشو بگه، حالا 50, 52، هر سایزی که میپوشه. Quattro. فروشنده domanda se i pantaloni li le piacciono. میپرسه که آیا این شلوارو دوست داری یا نه. لی پیاچونو اگر خریدار مذکر باشه، لی پیاچونو اگر خریدار مؤنث باشه. لی یا لی گفتیم که پرونومی ایندیرتی هستن. اما اون کسی که قرار گرفته به عنوان فروشنده باید با خریدار مخاطب صحبت کنه، درسته؟ پس باید از دوم شخص مفرد استفاده کنه، تو یا محترمانه لی. اگر بخواد دوستانه بگه میگه تی پیاچونو ای پانتالونی. اگر بخواد محترمانه بگه بعد از سوم شخص مفرد مؤنث استفاده کنه، پس باید بگه لی پیاچونو ای پانتالونی. آیا این شلوار رو دوست دارین؟ چینکوه دیچه دی سی، میگه آره. ما لی لی سمبرانو تروپو جوانیلی، اما به نظر اون خیلی جوان پسند هستن. چون کلینته یا مشتری باید بگه به نظر من، پس بعد از اول شخص مفرد استفاده کنه، پس میگه می سمبرانو تروپو جوانیلی، به نظر من خیلی جوان پسند هستن. سی کیده سه دزیدره اون الترو مدلو، فروشنده میپرسه که آیا مدل دیگه هم دوست دارین؟ خب میشه دزیدر اون الترو مدلو، آیا مدل دیگه دوست دارین؟ ست ریسپوند دی سی، جواب میده بله مشتری. ملوول این اون الترو کلوره، اما یک رنگ دیگه شو میخواد. لو اینجا جایگزین پنتالونه شده. گفته بودیم توی کتاب یک که لو به عنوان
پرونومی دیرتی یا ضمایر مفعولی مستقیم جایگزین مفعول جمله قبل میشه. مای اون الترو کلوره پرزمپیو مرونه، ولی آیا رنگ دیگه شو دارین؟ مثلا قهوه‌ای؟ اوتو مسترا اون الترو پایو دی پنتالونی، نشون میده چند تا پنتالونی یا چند تا شلوار دیگر رو. نوه کیه دیل پرتسو، مشتری قیمت شلوار میخواد. میگه کوانتو کوستا، قیمتش چقدره؟ دیچی فروشنده ریسپونده، جواب میده. مثلا دیچی اورو، 10 یورو. اوندیچی مشتری تروا ای پنتالونی اون پو کاری، یکم احساس میکنه که شلوارها گرون هستن. تروا پیدا میکنه، کارو گرون. ما پنسو که سونو اون پو کاری، اما به نظرم یه مقدار گرونن. دو دیچی ریسپونده که ای پنتالونی سونو دی اوتیما کوالیتا، جواب میده که جنس این شلوارها خوبه. ما کوستی پنتالونی سونو دی اوتیما کوالیتا. Prova a interpretare il dialogo di fronte a un'altra coppia. سعی کن که اجرا کنی این دیالوگ رو جلوی دو نفر دیگه، دو تا از همکلاسی های دیگت. توی قسمت اول درس یک کتاب نو اسپرسو دو با رنگ ها و مواد آشنا شدیم، لباس ها و انواع اونها رو شناختیم و با پرونومی ایندیرتی یا ضمیر مفعولی غیر مستقیم آشنا شدیم. توی ادامه این درس به خرید و تعویض لباس و پوشاک، استفاده از ضمایر اشاره دور و نزدیک و افعال امری توی دوم شخص مفرد آشنا میشیم.